سال 57 تاج شاه رو انداختیم و مقتدر ایستادیم. اونایی که امام میندازن بلا فاصله فرار میکنن. بین ما و شما خیلی تفاوت هست. خب بله، شما الان هم بری توی خیابون بزنی تو گوشه یه آدم متشخص، ممکنه نهایت یه اخ میکنه، یه تشری بزنه، شما مقتدر بیستی سر جات. ولی خب اگه بری توی طویله لگد در کون خر بزنی، باید بعدش فرار کنی دیگه. سر به امامه بندازی یا از پشت سر حمله کنی، 20 نفره میخوای حمله کنی به یه نفر؟ این شجاعت نیست. آدم شجاع کسیه که بیاد باشگاه یک به یک، نه یک به دو. بیایید ببینیم شجاع کیه. بسم الله. این خیزش امروز مردم به هیچ جا مگه نرسه که میرسه، حداقل دستاوردش همین بود. میبینه دیگه این قشری که 40 سال اوج فعالیت بدنیش بالا رفتن از پله‌های منبر بوده، مجبور شده بره باشگاه کاراته یاد بگیره. یا این که متوقف میکنی این کثافت‌کاریاتو، یا این که با همین فرمون میری جلو، هممونو میشورن میبرن. نه بابا، شستن و بردن خیلی کار سختیه، کار به شستشو نمیرسه اصلا. شما نگران نباشی، یه ضرب سیفونو میکشن، خیالت ره، اصلا چیزی حس نمیکنین. جواب خاص بده. خب من حالا انتهای صحبتم میخواستم بگم که ما خیلی باید حرف بزنیم با هم دیگه، جوان و غیر جوان، به خصوص با جوان ها خیلی باید حرف بزنیم. خب آخه حرف گوش نمیدید شما که این همه جوان ها با زبون خوش بهتون گفتن توپ تانک فش بشه، خب پس چرا نرفتین گم بشین؟ بعدش هم آدم با کسی حرف میزنه که رو حرفش وایسه. در فضای مجازی نامه ای دست به دست میشه که در اون 227 نماینده مجلس از رئیس دستگاه قضا میخوان پرونده افراد بازداشت شده در زمره پرونده های محاربه دستبندی میشه. مجلس هم واکنش نشون داده و گفته نامه جعلیه. خودشون نامه میزنن، خودشون تقاضای اعدام میکنن، بعدم خودشون میگن جعلیه. اینا پاش بیافته 4 روز دیگه میگن ما اصلا تو مجلس نماینده نداریم، ما اصلا مجلس نداریم، ما اصلا جمهوری اسلامی نیستیم.